زندگی در زندان به قلم محمد نوریزاد، قصه چهارم، خمیر نان. برای شما گفتم که من محمد نوریزاد زندان را زندگی می کنم، با هر تهدید و ارعاب و شکنجه ای که دارد. زود درون خود را تمام در زندان برقرار شده، زود درون خود را مدیریت می کنم و خاطرات آزاردهنده را در یک گاف صندوق می ریزم و درش را می بندم و رمزش را گم می کنم. و اما سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات مشهد. روز دوم فرا رسید. من این روز دوم را چگونه سر کنم؟ نخست رفتم زیر دوربین که بالای دوش حمام کار گذاشتند. دوش گرفتم و اجازه دادم برادران آلات و ادوات یک زندانی را نیک بنگرن و لذت ببرن. با پوشش آلومینیومی روکش ظرف کوچک ماست بر روی دیوار درشت و با خط نستعلیق یک علی نوشتم. بسیار زیبا. جوان تندخوی مراقبی که برای ما نهار و شام می آورد دریچه را گشود که نهار بدهد. نوشته علی مرا دید، گفت این را شما نوشته اید؟ گفتم بله. گفت بسیار زیباست. دانستم به خط نستعلیق علاقمند است. غروب پیش از علی یک محمد نوشتم که شد محمد علی. شب یک فروغی بسیار زیبا در ادامهش نوشتم با نستعلیق درشت بر دیوار که شد محمد علی فروغی. دیگران هر برداشتی از محمد علی فروغی من تمام در زندان برقرار شده، تمام زنده زندانی می باشد. دیگران هر برداشتی از آن اسم می توانستند داشته باشند، اما من مرادم محمد علی فروغی، ادیب، نویسنده، محقق، وزیر و نخست وزیر رضاشاه بود که تا همین اکنون جمهوری اسلامی نتوانسته تنها یک نفر در تراز محمد علی فروغی برآورد و بدرخشاند. آیا محصولات هم تراز محمد علی فروغی در جمهوری اسلامی دکتر حداد عادل، دکتر ولایتی یا دکتر محمد جواد ظریفند یا آیت الله هایی که در محفظه جمجمه هایشان هیچ نشانی از شعور که نیست، هرچه هست مفتخاری و بیخردی و ویرانگری است؟ خب دیگر بس است. دلم نیامد دیوارهای سلول انفرادی را خط خطی کنم. باید راهکار دیگری می جستم. با هر وعده غذا که من نمی خوردم نان بربری هم می دادن. به ذهنم خطور کرد که بربری ها را ریز ریز کنم و در ظرف های یک بار مصرفی که دور نمی انداختم خیسشان کنم. خیس که می شدن خوب چنگ می زدم. خمیر نان به دست می آمد. سه دیوار حمام همه از کاشی سفید بود و درست روبروی دریچه کوچک در سلول، یعنی اگر نگهبانی دریچه را می گشود زندانی را برهنه زیر دوش می دید. پس دیوار روبروی دریچه در قسمت حمام بهترین جا برای خطاطی و خوشنویسی بود. برای نخستین بار بود که با خمیر نان چیزی آن هم با خط نستعلیق می نوشتم. چه نوشتم؟ نوشتم تو و درشت با نستعلیق و 10 بار رفتم و از دور به همان تو نگاه کردم و معایبش را با سرانگشتم اصلاح کردم. بعدش نوشتم پیروزی. این پیروزی با خمیر نان و با خط نستعلیق که با پهنای 5 سانتی متر نوشته می شد 1 ساعتی وقت مرا پر کرد. مرتب عقب جلو می رفتم و عیب و ایراد نستعلیقیش را برطرف می کردم. سراخر نوشتم محمد. ایرادهای محمد را نیز برطرف کردم. برگشتم عقب و درست از زاویه دریچه کوچک سلول به نوشته درشت و نستعلیقیم نگریستم. نوشته بودم تو پیروزی محمد و محمد نام خودم بود. وقت نهار که شد نگهبان دریچه را گشود و چیزی به درون داد و چشمش به نوشته درشت من افتاد که تمام عرض کاشی‌های زیر دوش را پر کرده بود. خواند تو پیروزی محمد.
به نگهبان گفتم اسم کوچک من محمد است و من این را برای خودم نوشتم. صورتش را تعجب پر کرده بود. پرسید با چی نوشته ای؟ گفتم خب تمام زندان برقرار شده. پرسید با چی نوشته ای؟ گفتم خودت حدس بزن. هرچه به ذهنش فشار آورد نتوانست. گفتم با خمیر نان نوشتم. گفت پاکش کن. گفتم نمی کنم. خودت بیا داخل و پاکش کن. دریچه را بست و رفت و من دست هایم را دور دهانم لوله کردم و فریاد زدم آسد علی خامنه ای، از آقازاده دزد و آدم کشت مجتبی خامنه ای چه خبر؟ 20 خرداد 99، زندان اوین.